علم با چی میماند؟ علم آینه روزگار است، علم عقل است، علم معرفت است، علم دانش است. آدمی به علم مثل یک نفری هست که همه بسر او راهبری میکند، مثل یک نفری هست که یک کوری هست که با واسطه مثلا عصا راه میگردد. آدمی که علم دارد پیش از همه شجاع است. آدمی علم دار آدمی شجاعتمند است و معنای اصلی علم این خودی دریافت حقیقت است. بله، دیگر چیزی دیگری نیست. یعنی کسی که رجوع به حقیقت میکند وای شجاعتمند میشود، وای ترسو نیست، وای دروغ نمیگوید. یعنی رجوع به حقیقت این علم است. با قول حکیم توس توانا بود هر که دانا بود و دانش دلی پی برنا بود. واقعا از انسان ها باید چی بماند؟ من فکر میکنم که از انسان ها خاطره باید ماند. خاطره ای ماند که وی برای ملت و برای وطنش چی کرد، کدام ارزش ها رو توانست که احترام کند و احتراف کند و ارزش ها رو برای نسل آینده پیشکش کرده توانید. من فکر میکنم که این پیش از همه نیکی هست. شما هم دانشمند هستید و پهلوان بودید، میدانداری کردید. از کدام عمل خود امروز افتخار دارید؟ خب گاه انسان در خلوت خود میشیند، گذشته ها را مرور میکند مثل لنته سینما. از چه کارتان افتخار میکند؟ البته کارهای ارزشمند زیاد کردید، جای شک و تردید نیست، ولی در هر صورت یکی از آن را یاد میکردید. من افتخار از آن میکنم که در تعلیم و تربیه نسل نوروز یک چند قدم مستحکم گذاشتم، شاگردان زیاد تیار کردم، هم در علم هم در ورزش. یک چند ورزشکار را در زمانی که ورزشکار بودم خودم خود تا درجه استاد ورزش رسانیدم و امروز افتخار میکنم که در جمهوری میشناسن آنها را. و در ساحه علم هم شاگردان زیادی تعلیم کردم که مثلا در مدت 30 سال فعالیت علمی 6 نفر دکترهای علم با راهبری من رساله های دکتری حمایت کردم، 30 نفر نامزدهای علم رساله های نامزدی حمایت کردم و من افتخار دارم که دست یک کس را راست کردم برای نوشتن. من افتخار کردم که یک چیزی برای ورزشکارو نوشتم خودم، یک مثلا کتاب با نام گوشتیمی تاجیکی نوشتم و پیشنهاد کردم که در اون بسیار ارزش های سنتی ملت تاجیک هستند. و به هر حال افتخار من به علم است. کاری در زندگی از شما گذشت که امروز گاه و افسوس هم میخورید که چرا چنین شد؟ من فکر میکنم که یکان کاری نکردم در زندگی که با کسی تاثیر منفی رسانیده باشد. اما از همه چیزی بدترین برای من این شنیدن تهمت است، خیانت است با من. امین آدم با مردی خیانت پیشه باید دوست نباشد. از سفرهای کرده کدامش جالبتر بود از دیگر سفرها؟ من خیلی سفرهای زیاد کردم. از همه برای من عزیز با همه گوشه و کنار تاجیکستان عزیز من سفر کردم و به حیات ملت خود از نزدیک شناس شدم. مثلا زیادتر به بدخشان، خب به طرف وخیا، به طرف خوجیان، به همه اینجا سفر کردم و این سفرهایی هستن که از اون سفرهایی که مثلا به پاریس کرده بودم یا که سفرهایی که به امریکا کرده بودم دو مرتبه، از اون سفرها به کلی فرق میکنند و عزیزترم هستن. زنده باش. مثلا همون شعری که میگه که این خانه قشنگ است ولی خانه ما نیست. مثلا یک زمانی که به امریکا سفر کرده بودیم، دو ماه وقتی که برگشتیم تیاره که به زمین میفرومد، من مثلا تیار بودم که خودم رو به زمین پرتویم. همین قدر یعنی تستر احساسات ما رو فراگیر شده بود. و فکر میکنم که عزیز است، سفرها همش عزیز است، اما سفری گوشه و کنار تاجیکستان از همه عزیزتر است برای من. شخصان مهم در زندگی برای شما که ها هستند؟ این به عنوان آخران سوال در پرسش و پاسخ.
فکر میکنم فرزندانم.